Huh? بدات میزنم نجاتم بده از تو این هم همه دعا میکنم با دو دست حقیر دلم لک زده واسه آغوش تو چه بارون تندی تو چشم منه چه احساس خوبی دارم پیش تو چه احساس خوبی دارم پیش تو دلم دست به دعاته چشم هممش براته خدا به همه چشم همش براته خدا به هم نگاه کن زندگی دفتری از خاطره هاست یک نفر در دل شب یک نفر در دل خاک یک نفر همدم خوشبختی هاست یک نفر همسفر سختی هاست چشم تا باز کنیم عمرمان میگذرد آنچه باقی است فقط خوبی هاست با درود خدمت هموطنان عزیزمون در سراسر جهان سپاسگزار هستیم از اینکه اجازه میدید مهمان منازل شما عزیزان باشیم برنامه امید جاودان در این زمان برنامه زنده هستش عزیزانی که ما رو, رو روی فیسبوک دارید میتونید ما رو شیر کنید با دوستان و یارانتون باشه که از کلام خدا که اعلام میشه از دعاهایی که میشه هموطنان عزیز و اگر مطالبی هست نسبت به مسائل ایران نیز بهره بگیرید از همین ابتدا شما عزیزان رو تشویق میکنم با دعای من متحد بشید اگر نسبت به نیاز و حاجتی هست همین الان خیلی از عزیزان میل به این دارن که با ما تماس بگیرن ما براشون دعا کنیم و این میل ما نیز هست اما واقعا اونقدر وقتگاهی تنگ میشه به خاطر نوع خدماتمون که اینا گسترده شده از این رو شاید نتوانیم پاسخگوی تلفون های شما باشیم برای همین هست من خیلی از مسیج رو فقط میشنوم اسامی شما ها رو می در لیست دعا و به گروه دعا میدیم و گروه دعا در طول یک هفته به طور خاص صبح های سه شنبه که از ساعت شش صبح تا 9 صبح ما در خدمت شما هستیم برای شما دعا می کنیم. نتیجه دعا ها رو هم گرفتیم در غیر این صورت ده سال تمام این خدمت رو ادامه نمیدادیم. حضور خدا با ما هست حقیقتا حضور خداوند با کلیسای پرسان مسیح است با شبکه امید جابدان هست با مینستری پیشتازان صلح هستش که برای آزادی ایران اندیشه میکنه برای آبادانی ایران اندیشه میکنه در از رویای 17-18 ساله هست که خدا من داده و به خادمین که لطف میکنن کنار من هستم و داریم پیش میریم با فیض خداوند اما دست یاری شما رو میخوایم نسبت به دعاهاتون هم فکری ها و پیشنهاداتتون و همچنین از نظر مالی لطفا ما رو تأمین کنید خواهش من هستم هر کجا که هستید لطف کنید میتونید روی سایت ما برید pwoc.church pwoc.church اونجا میتونید از ویزا کارتتون استفاده کنید کردیت کارت استفاده کنید و اگر مایل هستید میتوانید چک خودتون رو باز به نام C نیز به آدرس کلیسا که همیشه روی صفحه تلویزیون میتونید مشاهده بکنید هستش بفرستید و مشروطه بر اینکه مایل باشید برای شما های رو ما میفرستیم که این نامه ها برای تکس شما عزیزان هست البته ما تشکرم میکنیم اما میدونم که خداوند ما از شما تشکر خواهد کرد نسبت به هدایایی که میدید و اینکه بی تفاوت نیستید نسبت به ملکوت خدا و نیز نسبت به کشور عزیز ما ایران ما واقعا صادقانه ایستادیم هر کسی خوب خودشو میشناسه هیچ لزومی نداره من به عنوان یک کشیش عزیزان در و مسائل ایران و مسائل سیاسی هم صحبت کنم اما ایستادیم پس خواهش کنم دست یاری شما با ما باشد در نظر مالی و این کمک ها رو برسونید چرا که اگر کمک های شما به ما برسه همین خدمت رو ادامه خواهیم داد و همچنین می توانیم گسترده کنیم و روی ماهواره بریم من ایمان دارم اگر ما روی ماهواره بریم تأثیر بسیاری خواهیم داشت این بر این نیستش که بهتر از دیگران عمل میکنیم خیر ما بهتر از دیگران عمل نخواهیم کرد خدا برای شبکه های مسیحی اما از آنجایی که به چند موضوعی میپردازیم که بیشتر از دیگران و شبکه های دیگران هستش مانند مسائل اجتماعی، مسائل سیاسی و پنجرهای دیگه رو باز کردیم در شبکه خودمون که پنجرهایی هستش که بتوانیم این امید و آرامش و آگاهی رو به هموطنان اون بدیم ما تاثیر بسیاری خواهیم گذاشت اگر احیانا تو هموطن عزیزم دلت برای ایران و ایرانیان میسوزه خواهش میکنم به ما دست یاری بدید تا این خدمت رو گسترده کنیم و بتونیم ادامه بدیم همان گونه که میتواند مورد رضایت خدا و خوشنودی ایرانی های عزیز اون باشه از همین ابتدا از شما عزیزان خواهش کنم با دعای من متحد بشید با همدیگه دعا کنیم اگر هم احیانا دوست دارید مطلب دعاتون رو بگید روی فیسبوک میتونید بنویسید دوباره باز برای شما عزیزان دعا خواهیم کردش در گروه دعا و یا تماس بگیرید با شماره تلفن 818 716 4 تا 0 مسج بذارید از میخوام که تماس نمیتونم همه این شبکه تلفن ها تماس بگیرم اما اگر شما مسج بذارید حتما ما اسامی شما رو به لیست دعا اضافه خواهیم کرد پدر آسمانی خدای قدوس تو رو شکر میکنم برای محبت عظیمت اینک از تو میخوام مطابق فیضت در نام عیسی مسیح به آنچه که نیکوس خداوندا تو ایران و ایرانی ها رو برکت بدی در نام عیسی مسیح هموطنان عزیز ما که اینک خداوندا با دعای من متحد هستن رو به حضورت میارم که خداوند تو با فیضت قلب و افکار و دل احساسات آنان را نگاه کنی و با آنچه که برای سلامتی جسمشون هست شیخ خدا شادابی روح و افکارشون هست و نیازهای مالیشون هست تو اجابت کننده باشی همچنین از تو میخوام در نام سای مسیح تو اندیشه کنی برای آزادی کشور عزیزمون ایران و این اتحاد رو بین اپوزیسیون ایجاد کنی ای خداوند تک تک افراد اپوزیسیون رهبران اپوزیسیون رو میارن به حضورت که حکمت تو دلسوزی تو در اونها عمل کنه در بین هنرمندان ما نویسندگان ما ای خداوندا ورزشکارهای مای خود قدوس و مردم عام پدرجان همه این اتحاد و یک دلی باشه که در برابر نظام اسلامی بیستن و بعد از عبور از این نظام اسلامی بتوانیم کشور عزیزمون رو ای پدر در مسیر آبادانی خدمت کنیم و تو بلند کرده بشی و چون همه اینها را در نام مسیح طلبیدیم با ایمان دریافت میکنیم با ایمان هموطن عزیزم دریافت کنیم اه آنچه را که در دلم هست اعلام کنم نسبت به اموری که در ایران الان داریم میبینیم چقدر سخت هست داره میگذره و ما تو یک جایگاهی هستیم که مسلما میباید در کنار دعا این دلسوزی رو نسبت مردممون داشته باشیم این هست که ایزان در هر شرایط و هر موقعیتی که باشی از طرف نظام اسلامی یک فشاری روی شما هستش حتی اگر شما تصور میکنید امروز از نظر مالی بسیار شرایط خوبی تو ایران داریم و اصلا لزومی نمیبینی که این نظام سرنگون بشه چرا که یه شرایطی برای شما مناسب هست برای درآمده حتی از نظر پست و مقام و محبوبیتت در بین افرادی که مطرح هستن حالا چه بین هنرمندان هستن و چه بین ورزشکاران ما هستن در هر موقعیتی که هستی احساس خوبی داری این رو بدون همیشه یه ترسی داره قلب تو رو میزنه همش داره میخواد نگران کنه میخواد تو رو آشفته کنه و میخواد مایوست بکنه و اینکه این نظام اسلامی با این شرایط بدی که برای خودش هم ایجاد کرده آیا ماندنی هست یا نه حتی اگر اپوزیسیون هرگز با هم متحد نشن حتی اگر واقعا این یک دلی در بین اونها نباشه و دور از آنچه را که واقعا یک حکمت خوب هست عمل کنن و با هم یکی نشن همش با هم بجنگن دعوا بکنن و شما این شانس رو برای جمهوری اسلامی ببینی که جمهوری اسلامی میتونه باشه اما چون نظام اسلامی پایه و اساسش بر بیعدالتی و بیانصافی هست این ترس همیشه افکار و دل و احساسات آنانی که فکر میکنن لزومی نداره این نظام عوض بشد و نیز تحریک میکنه و اگر تو هم وطن در اون جایگاه هستی رو بدون که باز شما به جایگاهی خواهی رفت که اذیت بشی به طور خاص آنانی که در این نظام به داوری بد گرفته میشن دگر باورمندان مخالفین هنرمندانی که دست همکاری به ایدولوژی اسلامی ندادن فراموش نکنیم ایزان جمهوری اسلامی نظام اسلامی ایدئولوژی اسلامی خود قرآن شوخی نکنید با فکر و ذهن خودتون چرا که اگر چنین شوخی بکنید باز در دامی گرفتار هستید که این دام خودش تو یک دام دیگه ای هست یعنی از اونم که آزاد بشید در که شما از اسلام آزاد نشدی هنوز گرفتار هستی زنجیر اصلی خود اسلامه نه نظام اسلامی 500 سال دیگه هم این نظام بمونه عزیزان نظام اسلامی مشکل اصلی نیست ایدئولوژی اسلامی مشکل اصلی هستش و مشکل دنیا شده پس خواهش میکنم اندیشه کنید تفکر کنید کجا ایستادید آزاد شو تا کشورت آزاد بشه شاهد بر این هنگی که در این روزها دوباره مسیحیان رو تحت جفا قرار میدن دگر باورمندان رو تحت جفا دارن قرار میدن و همین امروز مطلع شدیم که در رشت بسیاری از ایمانداران را گرفتن و به حبس بردن خب اونها در اون شرایط دارن از ایمان خودشون دفاع میکنن تحت جفا هستن ما که امروز اینجا آزاد هستیم چقدر بیشتر میباید آسیم بالا زده و از اونها نیز دفاع کنیم که در ایران هستن پس تو هم وطن عیزم مبادا فقط دعا کنی دست آسیم بزن بالا همت کن یکی از همت های تو این هستش که بتونید به رسانه ای مانند ما کمک کنید از نظر موقع مالی حتی اگر فکری هست حتی اگر تکنیکی هستش عیزانی هستن که در سراسر جهان دست یاری به ما میدن نسبت به خدمات که انجام میدن برپرس فیسبوک فیسبوک هایی رو درست کردن که برنامه هایی که تولید شده ما رو پخش میکنن و یا دیگران رو تشویق میکنن که روی یوتیوب ما رو سابسکرایب کنن پس میتونید شما اینم خودش خدمت هستش دعا مقدمه است اما باید یه هم دعا میکنیم که همت داشته باشیم برای این خدمتمون که خدمتمون رو گسترده کنیم بریم با همدیگه کلیپی رو ببینیم از شبکه محبت نیوز هست عزیزان که تهیه کردن نسبت به جفاهای که الان در نظام اسلامی هست برمیگردیم لطفاً با ما باشید قسمتی از مطالبی هست که مسیحی ها رو تحت جفا قرار میدن توی ایران از چی میترسن؟ از چی ترسیدن اعلام کردن که انجیل مسیح در از تعریف شده و یا کتاب مقدس تعریف شده چرا چرا میترسن این معلمین اسلامی؟ چرا این آخوندا میترسن از انجیل مسیح مردم انجیل رو بخونن؟ و برعکس اون که ما امروز میگیم مسلمانان برید قرآن رو بخونید برید نهج البلاغه رو بخونید بخونید مطمئنا اگر خوب بخونید بیطرفانه دیگه هرگز خودتون رو یک مسلمان نمیخواهید اعلام بکنه وقتی شما رجوع میکنید به آیاتی که میبینید درش زنستیزی هستش به آیاتی که میبینید درش آنانی که دگر باور هستن داره میجنگه به راحتی اعلام میکنه خون اونها حلال بکشید تجاوز کنید به زنهاشون وقتی شما این موارد رو میخونید مسلما دیگه رقبت ندارید به پیروی چنین باوری باشید و همیشه این ریشه ها هست ریشه های باور ما هستش که آسیب به زندگی و بعد خانواده و بعد جامعه ما نیز خواهد زد و نمیتونیم توی جایگاه درستی بسیم کشور ما کشور اسلامیه به اسطلاح مردم ما مسلمانن دولت دولت اسلامی هست تا دلت بخواد از خود رهبر گرفته شده دزدی میکنه قتل عام میکنه تا یکی یکی مدیران همچنین اما همه اینها یک پوشش ظاهری نشون میدن که ما در جایگاه خوبی هستیم و وانمود میکنن که ما کاری انجام نمیدیم و اگر امروز خونه خوب داریم زندگی خوب داریم اینها برکت خداوند هست با دروغ و دزدی و ریا ما اونها رو نگرفتیم انگیزه زندگی سالم داشتن رو همه باید داشته باشیم اما این انگیزه رو چگونه به عملی کنیم اون موضوع رو این مهمه آیا من تمام آن مسیر راه که برای رسیدن پیروزی هست همه رو وسیله کنم و همه رو به خاطر اهداف خودم نابود کنم تا برسم به اون هدف اصلی که این مجال رو این فضا رو اسلام به باورمنداش میده میگید نه چرا میده همین که میگه دروغ مستعتی چرا دروغ مستعتی باید باشه دروغ مستعتی باشه زمانی که اسلام در خطره دروغ مسلحتی باشه زمانی که دو نفر با هم قهر هستن چرا باید دروغ باشه چرا این دروغ ما میگیم چرا نمیتونیم در راستی باشیم داره فضا میده این مجال رو به یک مسلمان میده که بتونه بر رهبران اسلام که همشون رهبران سیاسی هستن چون این باور باور سیاسی هستش این رو داده پس توی خانواده ها این اتفاق متاسفانه افتاده از این رو هست انقدر سوال میکنیم میگیم چرا ما ایرانی ها فرهنگمون اینگونه شده چرا ما نمیتونیم با هم باشیم چرا انقدر آسیب خورده ایم همه این چراها را خیلی خوب میگیم اما چگونه رو نمیتونیم چگونه میتونیم حلش کنیم اگر به چگونه هم برسیم بعد از چرا متوجه خواهیم شد ریشه یابی میکنیم عزیزان ریشش سرزمین ما نیست ریشه اینها فرهنگ ایرانی ها نیست تاریخ ایران نیست ریشه اون برمیگرده 1400 سال قبل که متاسفانه فرهنگ و موقعیت زندگی و رابطه های ما رو آلوده به زهر کرد این اسلام و به ما آسیب زد نویسنده مزمور سی و چهار دوازده رو براتون میخونم از شریف اعلام میکنه آیا میخواهید از زندگی لذت ببرید؟ کدوم انسانی هست که بگی من نمیخوام از زندگی لذت ببرم انسانی که در چارچوب فکر و احساس سالم هست میل به این داره که از زندگیش لذت ببره و خداوندهم انسان را آفریده که از زندگی لذت ببره آیا میخواهید از زندگی لذت ببرید آیا طالب عمر طولانی هستید چه کسی است که طالب عمر طولانی نباشه و میخواهید سعادتمند باشید سوال هم بطن عیزم داره از شما میشه اگر میخواهید کتاب مقدس جواب داره پس از گفتار شرورانه و دروغ بپرهیزید همین دروغ های که از بچه که بودیم به ما اینها یاد دادن اصلا گفتن بگیم و میگه از گفتار شریرانه که باعث عذاب میشه ما از همون دوران کودکی یه کینه ای رو تو دل ما این باور اسلامی قرار داد نسبت به شخصیت هایی که در برابر شخصیت هایی که به اصطلاح جز افسانه ها و داستان ها دروغ و راستش رو بگذاریم به ما گفتم مثل حسینی بود حسنی بود علی بود حالا شمرم بود حالا یزیدم بود حالا کینه به دل داشته باشید ما که به عنوان شیعه بودیم در گذشته در برابر اون سنی هم قبول قرار دادن تازه سنی میدونیم که درخت اصلی اسلام سنی ها هستم شیعه شاخص از توی این درخت اومده بیرون یه شمشیر هم تو دستش کرده تو شکم خود همین حالا خود تنش هم سمی البته خب شاخ هم سمی میشه که روزهای مثل روزهای عمر کشون رو داشتیم این همش کینه همش نفرت در دل ما قرار میداد این اسلام پدر مادرای ما نه پدر بزرگای ما نه معلمین خوب ما نه اما این باور اسلامی بود دیگه که به ما آسیب میزد پس از گفتار شریرانه و دروغ بپرهیزید حتی این نظام اسلامی چهل سال پیش از آخوندهای توی کوچه و خیابون که اکثرا بودن اقلیتشون هم بودن که میگفتن ما نمیخوایم کاری به سیاست داشته باشیم اما اکثرا به پیروی خمینی قلقلکشون شد که زمان زمان ماست اومدن به دروغ نظام پادشاهی رو در چشم و دل و ذهن مردم بد باربر کردن و اونها رو به کوچه و خیابون ریختن و دست دادن به حسودها توی دنیا که این نظام نباشه و بعد خود اینها بیان با بیسوادیشون قارت کنن مملکت ما رو میگه پس از گفتار شرورانه و دروغ بپرهیزید از شرارت دست بردارید و کارهای نیک انجام دهید صلح و صفا را جسته و آن را دنبال نمایید حتما خبر دارید به خاطر وضعیت بد اقتصادی که اینک در کشور عزیز ما ایران هستش برای درآمد برای کسب و کار از خود نظام اسلامی که هر چیزی رو به عنوان خوراک عرضه میکنه توی فروشگاه ها تا پول بگیره تا مردم ما که متاسفانه قشری همه رو نمیگم قشری هستن که دیگه توجیه میکنن دیگه اسلام یک باور توجیه گناه و دروغه توجیه میکنن و به جای اینکه آنچه که عرضه میکنن در صداقت و راستی باشه در ناراستی است حتما خبر دارید که به جای گوشت گوسمن و گوشت گاب اینها گوشت های دیگه مانند گوشت خر و الاقم که کشتم به مردم دست مردم دادم و بعضی از قسمت ها میدونیم که چند وقت پیش در مشهد گوشت سگ به مردم میدادن و واقعا نمیدونیم نمیخوام این سو تفاهم بشه و خورده نگیرن تولید کنندگان کالواس سوسیس وقتی که گوشتو می بینیم، گوشت رو میبینیم گوشت گوسفند ما میدن پول گوشت گوسفند رو میگیرن اما گوشت خر و گاو و سگ هست کالواس و سوسیس که میخوریم چیه نمیدونیم شاید همون آقایی که کارخونه شو داره همون قصابی که داره این خلاف رو میکنه سالی یکی دو دفعه میره مکه میره زیارت برای همین میگم ریشه رو پیدا کنیم اون مکه و اون زیارت و اون نماز و اون روزه اگر نتوانسته کاری کنه به چه درد ما میخوره من نمیگم به دور با احترام بذارید کنار تمومش کنیم بس دیگه بس خود خدام نمیخواد که شما یک شخص مذهبی باشی اما کورکورانه به دنبال حتی خود خدا بری چون کلام خداوند مدام میگه که مرا بشناسید و در کلام خداوند اعلام میکنه در کتاب چهار 46 میگه قوم من از عدم شناخت من هلاک شدن چون منو نشناختم و متاسفانه ما داریم میبینیم در ایران باورمندان اسلامی و مردممون هم همین کارا دارن میکنن و مردم ما نیز متاسفانه به همون ریش و به همون نوع صحبت و یه آیه زده توی مغازه و فروشگاهش به اون نگاه میکنن سرشون کلا میره همون که چهر سال پیش به امامه آخون نگاه کردیم سیاس سر مردم کلا گذاشتن گفتن این نماینده الله نه خدا نماینده الله نماینده خدا پر از عشق و محبت اما نماینده الله همینه بریم با همدیگه کلیپی رو در این رابطه ببینیم برمیگردیم آیات رو ادامه خواهیم داد تا به یک نتیجه مطلوب برسیم داری داریم. بله بله بفرمایید بسم الله الرحمن الرحیم سون خریزه زبون بسته ببینین با پوست دارم میرم جلو آقای سفری هستم ببینین بهداشت محیط زیست منطقه پلاورجون برادرهای عزیز خانوم محمدی بفرمایید ببینید اینجا کاناله بین جیگرد گرداخ چه بودی و منطقه یه به این خرایز اون بسته چه گناهی کردن که اینجوری پوستاشون کندن و کلاشون اینجا افتاده گوشتاشون هم تو فریزره تو رستوران ها میفروشن به جا گوشتی گوستاله این خریز اون بسته مشکی پوست سفید چش سفید ببین ببین چقدر قشنگ شما را به خدا قسم به داد دل این مردم برسیم این مردم که این همه شهید دادن این همه بدبختی کشیدن با صدامی ملعون و ترامی ملعون باید اینا را بخورند سزاوارست ببینین شما را به خدا ببینین ببین آخه این کاره این خر آخه این خر چه گناهی کرده غیر خاک می صحرا غیری خاک می بود صحرا, خاک می بود صحرا بردون. این خرابه این پوست و کله و این زبون بسته با کوچک زدن تو سرش هنو دارد ار می زند مثل من دارد ار می زند سزاوار نین هم گوشاشا رو کرده سین ولی دیگه جون ندارد متاسفانه زبون ندارد که بگه چی با من این کار کرده خیلی ممنون میشیم شما را به خدا به دادی دل مردم برسیم مسئولینی مملکت شما را به خدا به دادی مردم برسیم این مردم پولی که برن دکتر ندارند با... بله آنچه که مشاهده فرمودید قسمتی از این خیانت ها هستش دیگه شما میتونید بگید ربطی به دولت نداره دیگه مردم بله بر... این مردم هم مردم مسلمان هستن دیگه چون کسبه بهایی ها رو که میبندم کسایی هم که مسیحی هستن اذیت میکنن و چقدر مسیحی و بهایی ها و, و یهودیان در طول این چهر سال از جمله خود ما که مسیح ایمان آوردیم برای چی من اومدم؟ چون حقیقتا ایران جایگاهی نبود که من و خانوادم در امنیت و اون آزادی باشم باید با ترس و وحشت می رفتیم کلیسا من خودم یادم هست وقتی به کلیسا اون زمانی که کلیسا جماعت ربانی در خیابان طالقانی باز بود روبروی دانشگاه من با یک فاصله طولانی با همسرم و فرزندم به کلیسا می رفتیم تازه اونجا که می رفتیم باید خیلی هوشیار بودیم با هر کسی صحبت نکنیم و این رب و وحشت رو متاسفانه در خود کلیسام اینها ایجاد کرده بودن هرچند شبانان محترم و دلیل اونجا و خادمین اونجا این ترس نمیخواستن اعضا بگیرن اما بود دیگه بالاخره همه میشنیدن که اطلاعات هم اونجا هستن و سپاهیام اونجا اطلاعات سپا اونجا هستن و یک فشاری روی شبان محترم اونجا و خادمین دلسوز اونجا قرار میدادن و این قابل لمس بود برای ما اما در برابر این قدرت تاریکی آیا باید سکوت کرد؟ آیا قدرت تاریکی رو خدا میپسنده؟ آیا رضایت خدا به این قدرت تاریکی هست یا نه؟ من فکر نمی کنم در کنار اینکه ما در باری روح القدس صحبت می کنیم کلام صحبت می کنیم روح خدا صحبت می کنیم ما جایگاه منطق و عقل را باید از خود دور کنیم هرگز چرا که پولس رسول نیز اعلام میکنه به عنوان یک معلم در کلام و رسول مسیح اعلام میکنه حتی نسبت به دعا میگه گاهی من به عقل دعا میکنم گاهی به روح دعا میکنم پس بنابراین این نیستش که ما از منطق دور باشیم زمانی که من برای سشن با از شش صبح تا نه صبح در کنار خادمین دارم تلفن ها رو میگیرم اگر میبینم توی پنجاه تا تلفن چهل تا تلفن در رابطه با امور مالی مردم هست و همه ناراحت هستن از شرایط بد که در ایران ایجاد شده و در بین این چهل تا پنج نفرشون تصمیم گرفتن با اینکه به خدا ایمان دارن توکل به خدا میکنن تصمیم گرفتن یا از کشور خارج بشن یا کلیهشون رو بفروشن یا چشمشون رو بفروشن شما فکر کنید من به عنوان یک انسانی که اصلا تصور نکنیم که کشیش هستم از محبت خدام چیزی میدونم این پیامی که به ذهن من میرسه میتونم من بی تفاوت باشم هرگز نمیتونم بی تفاوت باشم پس میباید در برابر این نظام اسلامی نه تنها بیستم بلکه دیگران رو در این مسیر تشویق کنم و این کار رو دارم میکنم شبانان کشیش ها کلیسا ها که سکوت نکنید نه فقط دعا چه دعایی میکنی؟ دعات باید هدفمند باشه دعای هدفمند مشخصه به هدف میزنیم مثل اینه نهیب میدم که شیطان بیفته هدفمنده دیگه میخوام شیطان میخوام تاریکی نباشه ما دعامون هدفمنده سرنگون باد نظام اسلامی این دعای هدفمند ما هست یک ایماندار مسیح همین گونه باید بیسته همون گونه که برای رفتن به کلیساش برای دعا برای کلام برای دادن ده یک و هدایا برای زندگی سالم در مسیح ایستاده برای بشارت دادن باید دعا کنه سرنگون با نظام اسلامی چرا که اگر دل ما بسوزه اگر اخبار روز رو داشته باشیم مسلما نمیتونیم سکوت کنیم آروم نمیتونیم بشینیم مانند هزاران خادم خدا که در طول دو هزار سال در برابر ظلم و ستم سکوت نکردن مام نیز نمیتوانیم هموطنان عزیز سکوت کنیم حتما مطلع هستید از دلسوزی که بین ایرانی ها که خارج از کشور هستن خب یه آزادی خاصی هست اینجا این امکان هست و اگر دلسوزی باشه یه حرکتی میشه و این حرکت این میشه که به حال شبکه هایی رو در کنار همدیگه تولید میکنن تا بتونن در این مسیر در کنار سازمان ها و احزاب بتونن یک اتحادی رو ایجاد کنن در برابر نظام اسلامی و جیدنم به کمک بانو ویکتوریه آزاد شبکه به نام ایرانیان ایران یاران که ایران یاران در اصل میدان بزرگ و وسیع هست که میطلبه تمام اپوزیسیون با هر ایدئولوژی و هر عقیده ای وارد بشن برای عبور از این نظام اسلامی البته ایدئولوژی داعشی خیر ایدئولوژی که با کینه و نفرت میخواد بره فقط آسیب بزنه دوباره خیر ایدئولوژی تجزیه کشور عزیز ما ایران خیر بلکه خب اگر ایدئولوژیش کمونیستی باشه اسلامی باشه اما هوشیار باشه دیگه اون ایدولوژی خمینی اونجا نمیتونه تو اون میدون باشه اصلا نمیاد خودشم فقط این رو برای آگاهی میگم چون در اون مفادی که هست نسبت به ایرانی افراد میان و این یک اتحادیه است عزیزم هیچ کس توی اون وارد نمیشه که بخواد تحت پوشش یک سازمانی باشه یعنی در از سازمان و هز نیست ایران یاران شبکه ایران یاران مثل میدان آزادی میدان شهریاده تصور بکنیم که یه روز اعلام کنن تمام مخالفین نظام اسلامی در میدان شهریاد دور هم جمع بشن دیگه اونجایی نیستش که بگی اه من نگاه کنم ببینم سرطنت طلبه اونجاست من نمیرم شما مخالفید باید اونجا باشید دیگه من ببینم مسیحی است نمیرم بهایی است نه همه باید یک دل عزیزان نظام پادشاهی در گذشته به توسط این ریاکاران و هیلگران همین گونه بود خمینی با این بی سوادیش نسبت به مسائل سیاسی در اون ابتدا همه گروه ها رو تحمل کرد مجاهد رو تحمل کرد کمونیست رو تحمل کرد ملیگرار رو تحمل کردش افرادی ها رو تحمل کرد کمونیست رو تحمل کرد همه رو تحمل کرد البته اونجا که اندیشه و فکر بدی داشت بدن آسیب زد اما اگر شخصی به نام خمینی نبود هرچند من این حرکت 57 و هفت و حرکت چهل سال پیش به هیچ وجه تایید نمی کنم نمی پذیرم. اما اگر یک شخصی بود که یک فکر و اندیشه حکیمانه در مسیر عشق محبت نسبت به ایران داشت مسلما اونها در اون اتحاد می توانستند چه بسا کارهایی رو انجام بدن و این همه قتل نمی کردن. این همه درش ظلم و ستم نبود این همه بیخردی نبود اما خب نبود دیگه چون شخص به نام خمینی و آخوندا بودن امروز این شبکه ایران یاران تحسیز شده که همه ما اونجا باشیم همه حتی هنرمندان ما باشن اونجا ورزشکاران ما باشن از هر بودی از هر فکری از هر ذهنیتی اونجا همه کنار هم هستیم اگر مخالف نظام اسلامی هستیم اونجا باشیم تا بتونیم از این نظام اسلامی عبور کنیم برای آبادانی و بعد تو یک فضای آزادی بشینن رهبران اپوزیسیون اندیشه کنن و بعد از اون به نتیجه برسن برای یک رفراندوم که مردم به کی رأی بدن و ما باید از این دوره ها بگذریم و هر چقدر تفرقه بین اپوزیسیون چه داخل کشور و چه خارج از کشور این تفرقه زیاد بشه خوش به حال نظام اسلامیه چه عمدی چه غیر عمدی که به نظر من در هر صورت مساویه با بیخردیه بیخردان اجازه اتحاد نمیدن اگر خرد و حکمت باشه باید یک دل بشیم همه با هم دیگه مگه این اپوزیسیون الان رهبران اپوزیسیون ما چند سالشونه چند سال دیگه میخوان عمر کنن بتونن ملت ما رو خدمت کنن یه هفتش ده سال دیگه گذشت تمام دیگه همونایی که تو خود ایران هستن حتما یه کارایی میکنن که <ات> بکنن دیگه یه چاره ای نیست دیگه با شاید با همون ایده های کاری بکنن و شاید دوباره از این چاله به اون چاله و فرصت ها رو رهبران اپوزیسیون از دست میدن این شبکه ایران یاران تاسیس شده برای اینکه بتوانند تمام مخالفین نظام اسلامی در اون قرار بگیرن که با هم در یک اتحاد یک جمله یک شعار اعلام کنند بر فرض در تاریخ فلان روز ایرانیان فلان جا جمع بشید برای اعتراض و اون موقع یک تعریف دیگه ای می میده یک بوی خیلی خوشی داره یک دلی خوبی درش هستش از این رو تشویق میکنم هموطنان عزیزم اپوزیسیونی عزیز که بیستیم و بیایم بپیوندیم به شبکه ایرانیاران یاران تحت هیچ پوششی شما قرار نخواهید گرفت یک سازمانی نیستید شما اون باورتون تو اون حزب خودتون هستید اما همه در کنار هم هستیم حالا اگر این کار رو انجام دادیم این مسیر هست که آزادی ایران رو خواهیم دید در غیر این صورت اینو بدونید تا این اتفاق نیفته ما به آزادی کشور ازمون نخواهیم رسید هم هستیم. این اتحاد باید باشه حالا امروز بانو ویکتوریا آزاد در کنار ایزان مشاورینی که کنارش بودن و دلسوزانی که هستن اسم نمیخوام ببرم اسم هیچ کس رو نمیخوام ببرم که سوء تفاهم نشه مسئله هستن که خود منم اونجا هستم هموطنان عزیز این شرایط رو ایجاد کرده برای اینکه به آزادی ایران برسیم یه ای واقعا دلمون آزادی ایران رو میخواد میباید در مرحله اول پله های فروتنی رو برداریم نترسیم نگران نباشیم بیایم هممون بیایم پایین تو یک سطحی قرار بگیریم توی اون سطح هستش که یک دل میشیم و میتونیم پیروزی ها نیز داشته باشیم از همین مزامیر براتون میخونم ادامه مزمور 34 چهار رو که خوندم نسبت به اینکه شخص شریر چگونه نیز عمل میکنه اعلام میکنه چشمان خداوند بر نیکان است و گوشهای وی متوجه فریاد آنهاست کسایی که حقیقتا با دلشون هستن اگر درباره آزادی ایران صحبت کنید قلبا آزادی ایران رو میخوان دیگه به عنوان اینکه من در چه منصبی باشم چه مقامی داشته باشم آخ به من بر نخوره دنبال این قصه ها نیستش خدا کمک این افراد میکنه میگه و گوشهای وی متوجه فریاد آنهاست چشمان خداوند برنیکان است و گوشهای وی متوجه فریاد آنهاست خداوند مخالف مردان شریر شریر و بدکار است و آثار و خاطر ایشان را از روی زمین محو میکند اگر ما یک دل بشیم دست خداوند میاد برای سرنگونی این نظام اسلامی. وقتی اشخاص مؤمن به حضور خداوند دعا میکنن مؤمن حالا ما نرین تو فکر این که حتما باید کشیش باشه و اون باورهای مذهبی شما معلمین خیر مؤمن کسی است که خدا رو میشناسه هدف مقدس خلقت رو میدونه میدونه تو, تو این مسیر چگونه باید به خدا خودش رو نزدیک کنه عزیزان سبک ظاهر نداره میگه وقتی اشخاص مؤمن به حضور خداوند دعا میکنند خداوند دعای ایشان را مستجاب میکند و از سختی ها و مشکلات نجاتشان میدهد خداوند نزدیک شکست دلان هست حقیقتا دلهای ایرانی شکسته چقدر بیشتر ایرانی هایی که الان در داخل کشور هستن چقدر فریب خوردن پس خداوند میخواد ایران ما را آزاد کنه آیا ما آماده هستیم؟ آیا ما حاضر هستیم ما هم یک دل بشیم؟ و آنها را از ناامیدی نجات میدهد یعنی از اون ترسا، از اون نگرانی ها، از اون خستگی ها رنج و زحمت شخص نیکوکار بسیار است کسی که دست بالانی بره برای آزادی ایران کسی که میخواد همت میکنه ایران عزیز ما آزاد بشه مسلما آسیب میخوره خبرهای بد بهش میرسه میترسوننش تنهاش میذارن نگرانش میکنن دشمن به نوعی دوستان ناگاه یه موقع به نوعی آسیب میزنن به اون شخص خود موسا مرد خدا وقتی قوم اسرائیل رو میاره بیرون خود اون قوم دل موسا رو شکوندن و بیشتر از هر کسی دوازده تا رهبر داشت یعنی خدا دوازده نفر رو کنار موسا قرار داد که دستای موسا رو بالا بگیرن اما از این دوازده تا ده تاش موسا رو میخواستن سنگسار کنن و دست به سنگ شدن که سنگسارش بکنن پس این گونه نیستش یه از دور و نزدیک آسیب خواهی خورد اگر در این مبارزه قرار گرفتیم اما خداوند او را یعنی اون شخص رو یعنی تو هم وطن عزیزم که برای آزادی ایران ایستادی یعنی تو به عنوان شخصی که رهبر اپوزیسیون ای هستی ایستادی آسیب خوردی اذیت شدی نامید نباش نگران نباش خدا با توه بیس اما خداوند او را از همه آنها رهایی میدهد خداوند از او کاملا مراقبت میکند و به طوری که حتی استخانی از او شکسته نخواهد شد پس نباید بترسیم نباید نگران باشیم میباید دلیرانه بیستیم هرچند میدونیم شرایط زندگی برای ایرانی ها بسیار سخت هست ولی مطمئن هستیم همون گونه که خدا برای خوبان استاده خداوند اشخاص بد رو رها میکنه در ادامهش به نوع این میگه میگه اشخاص شریر به شرارت گرفتار میشوند و کسانی که از نیکوکاران نفرت دارند به سزای کارهای خود میرسند ادامه آیه را سعی میکنم بریم از یک کلیپ ببینیم کلیپی رو که دیدیم برمیگردیم عزیزان از یک اخبار اقتصادی هستش بازم شرایط بد ایران رو داره میگه اما یک بار دیگه میخوام اعلام کنم هموطنان یک دل بشیم یک دل بشیم عزیزان همه بیایم کنار هم امروز این شبکه ایران یاران آماده خدمت هست که همه در اون مجموعه قرار بگیریم برای آزادی ایران اندیشه کنیم عزیزان اگر میل داری آزادی ایران رو ببینید خواهش میکنم عزیزان شایعات رو گوش نکنید صدای تفرقه رو گوش نکنید یک دل شیم یک دل بشیم پیروز خواهیم شد پیروز خواهیم شد این را بدونید هم وطنان اگر کنار هم نیستیم حتی خود رهبران اپوزیسیون خسته میشن یه موقع ها رهبران اپوزیسیون میدونید دست به خودکشی های میزنن که مشخص نیست همی که دل سرد میشن همی که میشینن همی که رها میکنن همی که یه موقع خودشون میرن جلو به تنهایی میخوان مبارزه بکنن موسا زمانی که خسته خاطر شد خشمی شد و اون خشمش باعث شد که خداوند به او گفت دیگه بیشتر از این روی زمین نباش و جانش رو گرفت و یه موقع ما با سردی با نگرانی با صداهای منفی حتی رهبران اپوزیسیون رو خسته و ناامید میکنیم از این رو تشویقتون میکنم هم وطنان عزیز کنار اپوزیسیون بیستیم اپوزیسیون بیان همه در شبکه ایران یاران کنار هم بیستن برای آزادی ایران و این فروتنیه این یک دلی هست و در این یک دلی و در این فروتنی پیروزی از آن ملت ایران خواهد بود میریم برمیگردیم با شما ایزان هستیم این روزها تب ارز و نگرانی از بازگشت تحریم ها در ایران بالا گرفته برخی در تکاپوی معاملات ارزی برای حفظ ارزش داراییشان هستند. اما بسیاری هم از کنار این اعداد و ارقام میگذرند هرچند معیشتشان به ارز گره خورده کارگران و مستمری بگیران و آنان که در اصطلاح قشر آسیب پذیر نامیده می شود. طبق اعلام رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار بیش از دو سوم جمعیت کشور را کارگران تشکیل می دهند که حداقل دستمزد امسالشان کمتر از یک میلیون و دیویز هزار تومان است. درآمدی که در شهرهای بزرگ تنها کفاف پنج روز زندگی در ماه را می دهد. این گروه آثار بی ثباتی ارز را با گرانی اجاره های مسکن و سبد خوراک خانواده لمس می کنند. هزینه هایی که در سال جاری تا 50 درصد بالا رفته. در روزهای اخیر با اعلام اینکه خط فقر بالای سانی میلیون تومان است تلاش می شود حقوق کارگران نیز ترمیم شود. البته کارگرانی که هنوز کار دارند چون به گفته لاهوتی نماینده مجلس 70 درصد بخش تولید در کشور عملا تعطیل شده در شرایطی که هنوز تحریم ها هم بر نگشتن. به گفته دبیر کل بیمه های اجتماعی وزارت رفاه 77 درصد مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی هم زیر خط فقر هستند بی ثباتی نرخ ارز هرچند برای برخی سوداوری داشته اما هزینه های آن را آسیب پذیرترین اخشار جامعه می پردازن. کسانی که شاید در زندگی هرگز رنگ دلار و یورو را هم ندیدند. نسبت وضعیت اقتصادی ایران هست که روز به روزم بدتر خواهد شد متاسفانه و اما مطلبی که ادامه میخوام بدم نسبت به اینکه ما سرد و ناامید نباشیم و به طور خاص رهبران اپوزیسیون هوشیار باشیم اگر شما به عنوان رهبران اپوزیسیون و حتی افرادی که در اپوزیسیون هستید دارید دلسوز مردم هستید شما خادم خدا هستید چون این مردم رو خدا آفریده حالا شاید مثل من اینقدر ادعا نمی اتفاقا اینجا نشون میده شما خیلی بهتر از من هستی ادعا نداری که داری خدا رو خدمت میکنی اما حقیقتا داری خدا رو خدمت میکنی خدا من از دل خوب تو با خبر هستش وفادارانه بیس برای این مردم وگر قلبت گواهی میده خدایی هست از خدا دست یاری بگی این آرامش رو بگید چرا که خدا تو رو تنها نخواهد گذاشت ادامه این آیاتی که خوندم از مزامیر سی و چهار دوازده بیست و دو در انتهاش میگه خداوند خادمان خود را نجات میدهند و کسانی را که به او پناه میبرند میبخشد یعنی در از خداوند اون امنیت و آرامش به اونا خواهد دادش و اجازه نمیده که در دلشکستگی بمونن و آسیب روحی ببینن فقط چیزی که هستش خدا بندم از ما انتظار داره که بتوانیم دلیرانه بیستیم با اخبار بد مواظب باشیم سرد و نامید نشیم با اخبار خیلی خوبم خیلی هیجان زده نشیم مواظب باشیم چون میتونه اون هیجان موقتی باشه و ما رو دل سرد کنه ما یه هدفی داریم هممون در کنار هم در این هدف میباید برسیم به دو موضوع سرنگونی نظام آبادانی کشور عزیزم پس تو این مسیر میری هر اتفاق خوبی هم که میفته خدا رو شکر اما اونقدر مواظب باشیم که فکر نکنیم وای تموم شد نه دوباره تو مسیر مبارزه هست پستی و بلندی هست و سختی ها نیز هستش خبر بعدم که میرسه اجازه نده که نگران و ناامید باشیم در کتابی به نام کتاب یوشه یک هفت الا هشت اعلام میکنه فقط قوی و بسیار دلیر باش خداوند داره به یوشع میگه بعد از اینکه موسی میمیره یوشه انتخاب میشه حالا داره خدا به منتخب خودش داره میگه میگه قوی و بسیار عزیزان دلیر باش نترس یک ذرم نترس تا بر حسب تمامی شریعتی که بنده من موسا تو را ام کرده اون قوانینی که داده برای آزادی مردم اسرائیل متوجه شده برای آزادی کشور عزیز ما ایران آزادی مردم ما عمل نمایی زنهار از آن به طرف راست و چپ تجاوز منما مواظب باش وارد حیله کلک دروغ نشیم تو راستی بیستیم تو صداقت بیسیم اگر میخوایم دست حمایت خدا با ما باشه باید در راستی و صداقت باشیم تا هر جایی که روی یک کامیاب شوی این کتاب تورات از دهان تو دور نشود میگه در هر مسیری که میری مواظب باش که این کتاب تورات که کلام خدا هستش و در اصل قانون زندگی سالم هستش در اون زمان که زمان شریعت البته بود داره اعلام میکنه بلکه روز و شب در آن تفکر کن تفکر کن چرا آفریده شدیم و قرار هست چگونه به اون هدف مقدس که شکل خدا هستش برسیم به اون آزادی حقیقی تا بر حسب آنچه در آن مکتوب است متوجه شده عمل نمایی زیرا همچنین راه خود را فیروز خواهی ساخت و همچنین کامیاب خواهی شد آیا تو را امر نکردم آیا به تو اعلام نکردم پس قوی و دلیر باش مترس و حراسان مباش زیرا در هر جا که بروی یهوه خدای تو با تو هستش هرگز اجازه ندیم این ناامیدی دل ما رو بگیره امروز من به امید همون یهوه خدای حقیقی و زنده سخن میگم کلیسا رو خدمت میکنم در شبکه امید جاودان هستیم که بتونیم هموطنان عزیزمون رو خدمت کنیم و در کنار اپوزیسیون هم هستیم برای اینکه دلگرم باشیم اونجا دلگرمی ایجاد کنیم با دعاهامون امید رو از کلام خدا به اون عزیزان بدیم که خسته میشن نگران میشن ناامید میشن و خیلی موقع ما از اونها امید میگیریم هستن در اپوزیسیون مردم و زنان دلیری که پر از امید و قدرت هستن از این رو هستش که نظام اسلامی میترسه از این مردان و از این زنان نیز میترسه یک بار دیگه خواهش میکنم لطفا فکر کنید اندیشه کنید اگر به فکر آزادی ایران هستید بهترین شرایط الان ایجاد شده و این شبکه ایران یاران هستش که می توانید ملحق بشید به این شبکه و بتونید به فیض خداوند در این اتحاد شاهد آزادی کشور عزیزمون ایران باشیم هموطنان عزیز گونه که قبلا نیست خدمت شما عزیزان، اعلام کردیم سازمان ونگارد پیس که بالای 11 سال هست تأسیس شده یک سازمان نانپرافیت هست به فارسی میشه پیشتازان صلح در اندیشه آزادی برای ایران و در اندیشه آبادانی ایران هست عزیزان اگر مایل هستید عضو سازمان پیشتازان صلح بشید می مراجعه کنید به سایت ما pwoc.church و pwoc.church و قسمت عضویت رو کلیک کنید اگر اونجا رو کلیک کردید می پر کنید و برای ما بفرستید خوشحال میشیم که از استعداد شما تخصص شما استفاده کنیم برای آبادانی کشور عیزمون ایران و اگر هم مایل باشید که به یک اپوزیسیونی که بهش اعتماد دارید باورهای مسیحی داره ملحق بشید ما هستیم ما تنها اپوزیسیونی هستیم که مسیحی هستیم در این رابطه خدمت میکنیم کنار اپوزیسیون ایستادیم پس بنابراین خودت رو دور نبینید از این که در آینده ای ایران شما سهمی نخواهید داشت حتما سهمی خواهید داشت مشروط بر این که مایل هستید می توانید عضو سازمان پیشتازان صلح بشید و برای آزادی و آبادیانی ایران در کنار هم اندیشه کنیم آنچه که لازم هست نسبت به اهداف ما میتونید پیدا کنید روی خود سایت و اگر نظری و پیشنهادی دارید خوشحال میشویم که از شما ایزان بشنویم شما تلفن های ما روی صفحه تلویزیون همیشه هستش به طور خاص شماره تلفن 716 818 716 4 تا 0 818 699 16 15 می توانید تماس بگیرید لطفا مسج بذارید اگر مسجاتون رو با بشنویم بهتر میتونیم با شما عزیزان تماس بگیریم در انتها سپاسگزار هستم از آقای یاسر عزیزم از اینکه لطف کردن کارگردانی کردن این برنامه رو و از خداوند میخوام که خداوند مطابق فیضش تک تک شما عزیزان رو برکت بده در انتها بازم خواهش میکنم دست یاری به ما بدید از نظر مالی تا بتوانیم این توانایی بیشتر رو داشته باشیم برای خدمت به ایران و ایرانیان فیض خداوند عیسی مسیح با شما عزیزان باشد و بماند تا ابد آمین ها فقط عشق میتونه نجاتم بده اونم عشقی که از تو تو قلبمه دارم عاشقونه صدات میزنم نجاتم بده از تو این هم همه دعا میکنم با دست حقیر دلم لک زده واسه آغوش تو چه بارون تندی تو چشم منه چه احساس خوبی دارم پیش تو چه احساس خوبی دارم پیش تو دلم دست به دعاته چشم همش براته خدا بهم به نگاه کن امیدم به دعاته چشم همش براته خدا به هم نگاه کن امیدم به نگاته